أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأقبل بعضهم على بعض يتساهلون. می فرمایه که بیشتیاد درمون برامو کرسیای خود که نشستن و برامو تختای خود که نشستن و سرگرم صحبتن، گاهی هم از زندگانی دنیا صحبت میکنن بین خودشان، یکی از دیگری سوال میکنن اونجا چی کار میکردی، چه قسم بود، قصه های زندگانی دنیا به یادشان هست، اونا را سوال میکنن. قالوا انا کنا قبل فی اهلنا مشفقین. بعضی اونا میگن وقتی که از دنیا زندگانی دنیا صحبت میکنن در بهشت، میگن ما در بین حال خود، خویشاوندان خود، زن و بچه، دوستان خود ترس داشتیم. ما اونجا ترس داشتیم در دنیا. ای که ترس داشتیم ممکنه که مثلا چند مورد برای آدم پیدا کنه. یکی این که ترس داشتیم که نباید شیطان ما را گمراه کنه، عاقبت کار ما به کفر و به شر منتهی شوه. می ترسیدیم، با اینکه مؤمن بودیم همه کار ما خوب بود، ولی می ترسیدیم که شیطان ما را وسوسه کنه. می ترسیدیم که فرزندان ما بیدین نشون، اونا مثل ما متدین باشه، از این هم ترس داشتیم. امروز یک عده فرزندان خود به غرب می برن، بچه های کوچک به غرب می برن، در مدارس غربی درس می خوانن، ولی معلومه که اونجا فرهنگ اسلامی هیچ نیه. بچه ها بزرگ میشه یک کلمه هم از فرهنگ اسلامی بلد نیه، گناش به گردن پدر و مادر که اونها را اونجا میبرن و بچه ها بیدین میشن. میگه ما میترسیدیم که نه بعدا بچه ها و فرزندان ما گمراه شون. یا ما میترسیدیم از دشمنان خدا که اونها ما را اذیت نکنن. یک نوع دلهوره و ترس داشتیم، ولی وقتی که او حالت زندگی دنیای خود با این حالت بهشت قیاس میکنن که اینجا از هیچ جهت ترس نیه، در بهشت نه ترس گمراهی شیطان نیه اونجا، نه ترس گمراهیه، نه ترس دشمنه، نه ترس زوال نعمته، هیچ ترس نیه، لذت میبرن از زندگانی فعلی خود، بیشتر لذت میبرن وقتی که او ترسایی که در دنیا داشتن و الان ندارن لذت میبرن. انا کنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحیم. ما قبل از این که به بهشت بیاییم خدا را میخواندیم و او را به عنوان نیکوکار و مهربان میشناختیم. ما او را میشناختیم، اعتقاد داشتیم، معرفت داشتیم. این قضیه بهشت نیه که ما به خاطر بهشت به خدا ایمان آوردیم. در دنیا هم که بودیم ما به خدا ایمان داشتیم، بین خود صحبت میکنه، ما و اون دعا میکردیم از خدا، یعنی خدا را میخندیم و هم وقتا میدانیستیم که خدا نیکوکار و مهربانه، او را به نام بر و رحیم یاد میکردیم. بین خود میشنن و صحبت میکنن، از این صحبت های خودشان لذت میبرن. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. خداوند بر ما منت گذاشت. بله، این در آیه دیگری است. خداوند بر ما منت گذاشت و ما را از عذاب سموم نجات داد. سموم به معنای عمو حرارتی است که در سوراخ‌های بدن انسان که زیر سطح پوست قرار داده داخل میشه و انسان را اذیت میکنه، خیلی که هوا گرم باشه. بعد سموم هم امی بعدیه که میای او در داخل سوراخ‌های بدن انسان که زیر پوست میره و سمم زهرم که سم میگن به امی خاطره که اذیت دهنده و کشنده برای انسان. فذكر فما انت بنعمه ربك بكائن ولا مجنون. یک وقت خورش در دارالندوه، دارالندوه یک منزلی بود که هم کلانه خورش اونجا میرفتن و میششتن و صحبت میکردن، شبیه مجلس سنای ما،
همین مجالس سنا همیشه بیکاره، فقط پول مصرف میکنن، کدام برای کشور خدمت نمیتوانن. اما یک مجلس بسته، اما مجلس شورا همیشه چوکیش خالیه. به هر حال حالا این دارم ندو هم شبیه یک مجلس سنا بوده. شیوخ می آمدن، کلانه قریش هم اونجا می شدن و صحبت می کردن. یک وقت در دارون ندوه اجتماع کردن که چکار کنیم؟ این پیغمبر اسلام برای ما خطری بزرگ شده، از بوتها بدگویی می کنه. اگر این بوتها بروه وز اقتصادی ما می پاشه دیگه، خلاص می شه. یعنی یک دی قریش هم اون کلانه شن اونا به چیزی اعتقاد نداشتن به بوت. مردم عوام ساده نادان اعتقاد داشتن. اینا فقط پولا را می گرفتن، بیرمانی که اونا می آمدن و نزورات می آوردن برای بوتا، اونا را می گرفتن جبای خور می کردن. با پیغمبرم که دعوا می کردن نه به خاطر اعتقاد، به خاطر اینکه وضع زندگانیشان خراب میشه، به خاطر دنیا بود. چکار کنیم؟ این خطر بزرگه. یکی از اونا صدا کرد، گفت که کدام مشکلی نداره، یک کمی انتظار میخواید. یک مرد شاعر شعر میگه، ما خیلی شعرا داشته موردن، اشعارشان هم از بین رفت. یم الان شعر میگه، یک چند نفر به این جوانه علاقه پیدا کرده. بعد از مدتی این میموره، ما دیگه از غمش بیغم میشیم، اشعارشم به فراموشش سپرده میشه، بس بازار بوتهای ما گرم میشه. یک کمی انتظار بکشیم، این قدر زیاد جوش نزنیم. خب این حرفه را گفتن و دیگه آخر سن رفتن، پراکنده شدن، مجلس سنا خلاص شد. این امیر آیه قرآن بر رد دینا نازل میشه، فذکر فما انت بنعمت ربک بکاین ولا مجنون. تذکر بده، موعظه کو مردمه، تو به نعمت پروردگار خود نه کاهینی نه مجنون. عرب آب پیغای میگفت، پیغمبر میگفتن که اینی می سه لفظ خیلی معروف بود، پیغمبر به امی الفاظ متهم نکردن، میگفتن ای کاهینه. کاهین یعنی برای ای جن خبر آره میاره، ای خبرایی که از غیب میده جن برایش میاره. یک آدمی وشا کاهینه، نه اون آدمای وشاری بودن، جن برای اونا نمی آمده. آدمای وشاری زرنگی بوده، حوادث پیشبینی میکردن، صحبت میکردن که جن به ما گفته. از مردم پول میگیرفتن، زرنگ بوده. مردم هم اما به سواد. بعضی هم میگفتن دیوانه. میبینین که در بین کلمات این مشرکین تناقض. قبلا هم خواندیم که اینا حرف درست نداشتن که یک حرف بگویه، هر روز یک چیزی میگفتن. گاهی میگفتن کاهنه، جن برایش خبر آره میاره، این خیلی زرنگه، هوشیاره. گاهی میگفتن دیوانه. آخر دیوانه با کاهن منافات داره. چطور میشه که آدم یک نفر بگه خیلی زرنگ و هوشیاره و بعد بگه دیوانه؟ از حماقت مشرکین قریش بود که پیغمبر به دو وصف متضاد وصف میکردن. که از یک طرف میگفتن کاهنه، یعنی خیلی زرنگ و هوشیار، قرار اجرا میکنه، پیشبینی میکنه. از یک طرف هم میگفتن دیوانه بیعقله. خب نمیشه که آدم هم زرنگ و هوشیار باشه هم بیعقل باشه. بیعقل خود اینا بودن که نمیفهمیدن چی میگن. هم یقولون شاعرون نتربس به ریب المنون. اینا میگن که تو شاعری، در این دارون ندوه گفتن که این شاعره، صبر کنیم، انتظار بکشیم، یک چند سال بعد میموره، اشعارش از یاد مردم میره. آیات قرآن میگفتن. بعد بازار بوتا گرم میشه. هم یقولون شاعرون، اینا میگن که تو شاعر بودی، نتربس به ریب المنون، ما انتظار میکشیم که ای بیمیره، مرگ به سراغش برسه و ای را ببره که بوتای ما هم از ای غم بیغم شوند. قل تربسو، انتظار بکشن. شما که گفتن ما انتظار میکشیم مرگ پیغمبر اکرمه، انتظار بکشن. فا اینی معکم من المتربسین، ما هم با شما انتظار میکشم. شما انتظار بکشن که به خیال شما که من میمورم و
قرآن از بین میره و بوتا میمانه. من انتظار میکشم که این بوتای شما هم از بین بروه، این پولایی که به دروغ از مردم میگیرین استثمار میکنین این هم از بین بروه و توحید بیایه همه شما را به ام مسابی قرار بده و اسلام و قرآن به حاکمیت برسه. من انتظار میکشم. خب پایان کار چی شد؟ پایان کار و العاقبت للمتقین. پیغمبر پیروز شد، بساط بت‌ها از جزیره عرب تا الان برچیده شد، اسلام آمد، قرآن آمد، توحید پیروز شد و همه به خدای واحد معتقد شدن. و خیالاتی که اونا میکردن همه خیالات با خود به گور بردن. چی قشنگ پیغمبر میگه تو هم بگو به اینا که شما انتظار بکشین مردن مره. من انتظار میکشم نابودی این نظام بت پرستی و نابودی شما شکم گندار و پیروزی اسلام ما انتظار میکشم. خداوند امو چیزی که میخواست و توسط پیغمبرش اجرا کرد و همه اونا از بین رفتن. ام تامرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون. آیا احلام گای به معنای عقل میایه، گای به معنای خواب هم میایه، آدم اون چیزایی که خواب میبینه. میگه آیا بنابر او تعبیر اول احتمال اول که مراد عقل باشه، آیا عقول شما شما را امر میکنه، عقلای شما که بیاین پیغمبر را تکذیب کنین با این معجزاتی که میبینین؟ یک روز میگین دیوانه، یک روز میگین کائنه، یک روز میگین شاعره، هیچ معلوم نیه که چی میگین شما. خود فریب میدین. شما که میگین ما عاقلیم و هوشیاریم، همی عقل شمایی که هر روز یک حرف میگن و هیچ نمیفهمین که چی میگین. پیغمبر یک روز میگین شاعره، روز دیگه میگین نه کاهنه، روز دیگه میگین نه دیوانه. خب معلومه که خود شما بی عقلین، چیزی درست گفته نمیتوانه. چیه که شما ادعای عقل میکنین؟ عقل شما با شما همی حرفای پرت و پلر میگه که درباره پیغمبر استعمال کنین. یا به تعبیر دیوم، شما چه خوابای آشفته میبینین؟ این خوابای آشفته شماه که میان پیغمبر متهم میکنن به خیال خود، مثل آدمی که خوابای آشفته و پرت و پلا میبینه میای صحبت میکنه. بیداری شما و نموتوره. هر روز پیغمبر به یک چیز متهم میکنن، آخر نشستن منتظر مرگشه. خود شما نابود میشن، اسلام حتما بعد پیروز میشه. آیا امی خوابهای شما یا عقلای شما به شما میگه بیاین امی کار کنین؟ یا خود شما طغیانگرین؟ اینا واقعا هم دنیا طغیانگر بودن و هم به خاطر منافعی که از بت‌ها برای اینا پیدا میشد دیوانه شده بودن. به هر شکلی که بود میخواستن مردم از پیغمبر دور کنن. آخرم شکست خوردن. اسلام آمد مکه را گرفت، همه بت‌ها را نابود کرد. ام یقولون تقوله. بعد حرف دیگر میگه، میگه آیا اینها میگن به تو که تو حرفا را از خود اخترا میکنی؟ تقول یعنی عدم امی حرفایی که میگه از خود اخترا میکنه. این حرفا را تو از خود اخترا میکنی؟ که خدای از تو قیامت از تو حساب کتاب انسان محتاج به قوانین بت پرستی اشتباه به مقام انسانی ضرر داره، کرامت انسان مخدوش میکنه. ای تو یرفر میگن که از خود میگی؟ نه تو از خود نمیگی. اینا ایمان ندارن، اینا به خاطر که ایمان نیارن این دروغا رو میگن. این مردم خودشان بی ایمان. فلیاتو به حدیث مثلی این کانو صادقی. اگر اینا راست میگن که تو این آیات قرآن از خود درست میکنی، خب اینا مثل تو عربن، یک آیه از پیش خود درست کنن. اینا هم یک آیه مثل آیات قرآن بیارن از پیش خود صحبت کنن، در حالی که اینا یقینا نمیتوانن، یقینا نمیتوانن که مثل قرآن آیه بیارن. پیغمبرم بی سواد بود، درس نخوانده بود،
آیات قرآن خدا بر او نازل میکرد، همین قرآنی که الان در دسترس ماه. خب میگه اگر شما قبول نمیکنین و فکر میکنین که یارفار پیغمبر از خود گفته، خب اینم مثل شما، شما مثل پیغمبرین بظاهر، چرا شما نمیتوانین یک آیه بیارین؟ اگر میتوانین یالا، اونا نمیتوانستن. یعنی ای در چند جای قرآن، قرآن به عنوان معجزه پیغمبر اکرم، معجزه که پی خداوند این کار بر دست پیغمبر جاری میکنه و سایر انسان ها عاجزه. تا الان مردم نتوانستن، 1430 سال تقریبا گذشت از ابتدای نزول قرآن، 1430 سال گذشت یا 31 سال گذشت، اینا نتوانستن کسی که مثل قرآن بیاره. او زمان هم که عربا بودن، عربای بیدین زیاد بودن، هم در زمان حیات پیغمبر و هم بعد در دوره خلفا زیاد بودن، آزادی هم داشتن. اگر قدرت می داشتن مثل قرآن درست می کردن. از او که بگذرین تا به امروز، عرب های نصرانی در مصر و در لبنان هست، مردم فصیح هستن، در ادبیات عربی دست بالا را داره. اینیه که عربا ما مسلمان باشه و انسان بگه که خب اینا چون مسلمان شدن علیه قرآن کار نمی کنن. نه، نصرانی ها هستن اینا، در مصر هم در لبنان زبان مادریشان عربیه. تا به امروز کس نتوانست مثل قرآن بیاره، به امی زیبایی که داره، به امی کششی که داره، به امی مفاهیم عالی و بزرگی که داره، که برای فطرت و برای عقل انسان کفایت میکنه. تا کس نتوانسته که مثل قرآن آیه بیاره. اینمی خودش معجزه ای که این کتاب از طرف پیغمبر نیه، تقولات پیغمبر نیه، حرفای پیغمبر نیه، اینا آیات قرآنه، از آسمان بر پیغمبر بزرگوار اسلام نازل شده. هیچ کس تا به امروز در امی 1430 سال یک نفر نتوانست که یک سوری کوچک مثل آیات قرآن بیاره. ام خلقو من غیر شیئن ام هم الخالقون. داب قرآن به امیه. اگر انسان قرآن دقت کنه، همه را بخانه و فکر کنه، به این نتیجه میرسه. ببینید پدر و مادر با بچه ها چی کار میکنن؟ گاهی بچه ها را تهدید میکنن که اگر این کار کردی تو را میزنم، ها؟ یا پدرت میای تو را میزنه؟ گاهی تهدید میکنن بچه ها را که بچه ها را آرام کنه. گاهی هم اونا را تشویق میکنن، ها بچه اگر آرام نشستین، اگر دعوانه کردین، به شما پول میدیم که باید برین بازار برای خود یک چیزی بخرین. تشویق میکنن بچه ها را. گاهی هم با بچه ها به زبان عقل صحبت میکنه پدر و مادر. تو که بزرگ شدی، ای کار زشته، غلطه، ای کار نکو، مردم برای تو بد میگن، ای غذا را نخور، فردا مریض میشی، میکروب میگیره بدن. از امی سیرا برای تربیت بچه ها استفاده میکنه. ای سیرا ار سیرا در قرآن است. قرآن گای بندگان را، انسان ها را میترسانه، انذار میده که دوزخ این قسمه، این قسمه، این قسمه. بعضی اوقات هم تشویق میکنه به بهشت، بعضی اوقات هم به عقل صحبت میکنه، استدلال میکنه. ببینید این آیه چی میگه؟ ام خلقو من غیر شیهن هم هم الخالقون. آیا این مردم بدون علت خلق شدن یا خودشان خالق خودشان هست؟ ببینین یک آیه کوچک مختصر یک استدلال قوی فلسفی میکنه.
یه از قدرت پیغمبر، من فکر میکنم که یه از قدرت پیغمبر بیرو بود. امی آیت به تنهایی میرسانه که قرآن از طرف خدا بوده، پیغمبری قدر قدرت نداشته. خلاصه ای آیه، ای استدلال ایه، قرآن میفرمایه که از سه حال بیرونیه. نگه ایره فکر کنین، یا خود شما خود خلق کردین، یا بی سبب خلق شدین، سر به خود آفریده شدین، یا سر به خود آفریده شدین، یا خود شما خود خلق کردین، یا خدا شما را خلق کردن. از این سه حال که خالی نمیشه. ای استدلال عقلی و فلسفیه. اگر بگوین ما بدون علت خلق شدیم، معقول نیه که یک چیز خلق شوه به علت. تمام حوادث از خود علت داره. قانون سببیت و قانون علیت مورد اتفاق تمام عقلای دنیاست که هیچ چیز، هیچ حادثه بدون علت وجود پیدا نمی کنه. پس این که عقل قبول نمی کنه و به اصطلاح فلسفه معلول به علت ترجح بلا مرجعه که از محالات ضروریه، به ضروره ناممکنه و مستحیله، ضروریه، استحالیشم ضروریه، نظری نیه، دلیل نمی خواهه ترجح بلا مرجعه. اینه می تو ترازو را گرفتیم، این دو پلش با هم برابره. بدون این که سنگ بندازیم یا باد بیایا یا جنس بندازیم، سر به خود یک پله پایین شو و یک پله بالا برو. عقلت قبول میکنه؟ اینه میره میگن ترجح بلا مرجح. مرجح نیه، یکی بر دیگری رجحان پیدا میکنه، یک پله پایین میه یکی بالا میره. این ممکنه؟ که نه سنگ نختی، نه چیزی نختی، نه باده، نه دست خود تکان دادی، خود به خود، خود به خود کار ناممکن. ضروری و بطلان، بطلانش ضروری همه عقول انسان های. پس ایرا ممکن نیه که آدم بدون سبب خلق شوه. ام هم الخالقون، یا خود شما خود خلق کرده، یعنی خود شما ام خالق ام مخلوق، یا به لسان فلسفی ام سبب و ام مسبب، ام علت و ام معلول. یا معقولیه، چون علت باید اول باشه بعد معلول پیدا میشه، وجود معلول از وجود علت پیدا میشه. این معقول نیه که یک شی ام علت باشه و ام معلول. این دور لازم میایه، دور در فلسفه محاله. پیغمبر که فلسفه نخوانده بود. ببینید که آیات قرآن آدم یقین میکنه که از جانب خداوند نازل شده. پس اولیش ترجح بلا مرجح که خود آدم بدون علت خلق شده باشه. اگر خود آدم خود خلق کرده باشه، این دور لازم میایه. معقول نیه که یک چیز ام خالق باشه و ام مخلوق، ام علت و ام معلول. معقول نیه، دور لازم میایه. این هم باته شق سیوم درست میشه که خدا ما را خلق کرده. چقدر قشنگ، هم خلقو من غیر شیئن ام هم الخالقون. بعدم انشاءالله آیات بعدی را در امین راستا تفسیر میکنیم. والحمد لله رب العالمین.